بسم الله الرحمن الرحیم. امید جوان عجب چم تماشاییره استفاده میکنه. و حالا مسابقه بعدی، مشتبه در مقابل ورزشکاری به میدان آمده که با حرکت زنگه راست پیروز میشه. خلومسقی در تقابل با رقیب خود این گونه به برتری میرسه. ببینیم که این مسابقه چی میشه. هر دو ورزشکار تلاش دارن ایرانج از جا بلند که دریف خوب از حرکت زنگه راست استفاده میکنه. با حالا میبینیم که هر دو ورزشکار چی میکنه. آیا امید باز هم از حرکت چپ راست خود استفاده میکنه یا خیر گرفته بای و باز هم چپ راست؟ بهروز از این جیل چپ راست فوق‌العاده. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه عزیزایی که بیننده مسابقات امروز ما هستم. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از مسابقات پهلوان برتر روشن. در تصویر میبینیم امروز قراره میهن جمشیدی به مسابقه بپردازه. مسابقه در راند اول آغاز شده. ببینیم که کدام یک به برتری میرسه. آیا رحمت الله یا میهن در روند اول موفق میشه کمر رحمت الله به زمین بزنه. خیلی اگر کته اولی استفاده میکنه و نتیجه کار 1-0 میشه در روند اول. بله، من هم عرض سلام دارم خدمت تمامی شما بینندگان عزیز چینل یوتیوب افغانی یک دوسته. امیدواریم هر کجایی که هستید شاد و سعادتمند باشید. در تکرار صحنه ببینیم که مسابقه چگونه در روند اول به سود ورزشکاری از کلپ انصار یعنی میهن جمشیدی برادر میلاد جمشیدی به اتمام رسید. جاوی جان؟ بله آقای عثمانی. ببینیم که در راند دوم این مسابقه چی اکسل عمل را انجام میدن هر دو ورزشکار. دوستان و مهربان ناگفته نمانه که میدان گوشتی حاجی سیف عبدالله انصاری در این هفته به اسپانسری شرکت مخابرات روشن مسابقات خود انجام داد و جوایزی از طرف این شبکه برای پهلوانان مد نظر گرفته شده بود که از جمله سکه طلا برای پهلوانانی هم از جمله جوایز دیگری اهدا شد که عریفان خود شکست میدادن. و میبینیم که بیلبوردهای شرکت روشن هم در بلند ورزشگاه حاجی سیف عبدالله انصاری دیده میشه. ببینیم که در راند دوم این مسابقه کدام یک موفق میشن به برتری برسن و کدام یک پیروز مسابقه میشن. اجازه کار داده شده بر دو ورزشکار میتونن از چمی که دارن مقابل یک دیگر استفاده کنن. میهن جمشیدی یک راند جلو هست و با همین نتیجه اگر پیش بره مسابقه باید رحمت الله از چمی که داره استفاده بکنه تا مبادا وقت مسابقه به اتمام برسه و این نتیجه به نفع میهن بشه یا میدان مسابقات اگر به آزان شام برسه مسابقات تعطیل خواهد شد. ببینیم هر دو ورزشکار تلاش های دارن و کوشش میکنن از چمی که دارن استفاده بکنن و نتیجه کار 1-1 میشه. حالا همه چیز مساویانه به پیش میره. بله واقعا که مسابقه جالبی بود جاوی جان. به طوری که دیدیم میهن در راند دوم مسابقه رو واگذار کرد و شکست خورد. و مسابقه به تصمیم داورهای حاضر در میدان و سرمربیان هر دو ورزشکار با نتیجه 1-1 به اتمام رسید. طوری که دیده میشه هر دو پهلوان هم ابراز رضایت کردن از این تصمیمی که توسط بزرگان گرفته شده. به طوری که دیده میشه جایزه یا همان تحفه روشن برای هر دو پهلوان اهدا خواهد شد. و حالا مسابقه بعدی که در تصویر میبینیم وحید احمد از کلپ افغان در مقابل هو ورزشکاری از کلپ سلمان و فارس. ببینیم که کدام یک موفق میشه به برتری برسه و کمر عریف خوب به زمین بزنه. راند اول این مسابقه آغاز شده و هر دو ورزشکار میتونن از چمی که دارن مقابل یکدیگر استفاده بکنن. احمد زبیر خلیل داوری این مسابقه رو به خدا داره. پیچ چپه و ایدامن میره تا استفاده بکنه موفق نیه. نتیجه کار 1-0 میشه
خیلی سری میرفت و از حرکت کدش استفاده کنه مقابل حریف خود موفق نبود. دوستان هر مهرمان خیلی یک چمه تماشایی میرفت که استفاده کنه اما نشد. ببینیم در صحنه آیسته این گونه میرفت از حرکت پیچ چپه استفاده کنه اما نتیجه برعکس میشه. به حالا راند دوم مسابقه ببینیم که کدام یک موفق میشه در راند دوم این مسابقه به برتری برسه. بله استاد زبیر خلیل قضاوت این مسابقه مهم بر عهده داره و در راند دوم این مسابقه وحید احمد با حرکت کجه دوپا موفق میشه که کمر عریف خور به زمین بزنه و مجددا استاد زبیر خلیل قضاوت این مسابقه بر عهده داره و باز هم اجازه کار داده برای هر دو. ببینیم که این بار در روند سوم کی پیروز مسابقه میشه. مسابقه تا اینجای کار با نتیجه یک بر یک ادامه پیدا کرده. جاوید جان؟ بله اسیب جان غن میبینیم که ورزشکارا واقعا آماده ظاهر شدن. یکی وحید احمد در روند اول بود که به برتری رسید و در روند دوم هم ورزشکار از کلب سلمان فارس و حالا ببینیم که راند سوم که برنده و بازنده این مسابقه را مشخص خواهد کرد از بین این دو جوان کدام یک خواهد بود. هر دو ورزشکار از جمله ورزشکاران خوب کلپای خود هستند و مسابقات جالبی انجام میدن. خب این به سعی و تلاش هر دو ورزشکار بستگی داره که از چی چمهای استفاده میکنن و یا به برتری میرسن. خیلی میتونه مهم باشه هر دو ورزشکار. ببینیم تلاش های هر دو ورزشکار و حالا وحید احمد مسابقه رو واگذار میکنه و نتیجه کار دو بر یک میشه. در تکرار صحنه ببینیم میخواست از حرکت پیچ چپه استفاده بکنه موفق نبود و کجی حریف او غافلگیر میکنه و نتیجه دو بر یک بر مغان میاره برای این ورزشکار. احمد زبیر خلیل به نشانه پیروزی دست ورزشکار رو هم بلند میکنه و هم میره تا جایزه که برای مد نظر گرفته شده از طرف شرکت مخابراتی روشن دریافت بکنه. بله حالا مسابقه دیگری که قرار آغاز بشه تقابل شفیع از سلمان فارس در مقابل او ادریس اچکزایی از کلپ السادات وارد میدان شده. ببینیم که این مسابقه در روند اول چگونه و به نفع کی به اتمام خواهد رسید. واقعا که مسابقات جالبی در روز جمعه میدان پهلوانی برگزار شد و امیدواریم که شما عزیزانی که در اینجا حضور نداشتید از دیدن این مسابقات لذت برده باشید. طوری که در تصویر میبینیم هر دو کوشش میکنن که احتیاط ها رو مد نظر بگیرند و بلافاصله از چمی که دارن روی حریف کار بگیرن. بله آقای عثمانی در تصویر میبینیم استاد قاری بسم الله مربی کلپ جوانان این جیل هم داوری این مسابقه رو به عهده دارن و ببینیم که کدام یک در راند اول به برتری میرسه. تلاش های هر دو ورزشکار یک لحظه در تصویر دیدیم اما تا به اینجا کار هر دو ورزشکار ناموفق بودن برای انجام چم و موفق نشدن کمر حریف خود به زمین بزنم. راند اول منافع ادریس میشه. نتیجه که برمغان می آید و پیروز راند اول معلوم میشه. از حرکت زنگه راسته استفاده میکنه و موفق هم هست. ببینیم در صحنه آیسته چگونه از حرکت زنگه راسته استفاده کرد. شفی میرفت تا از حرکت کجه استفاده کنه موفق نبود و در سمت مقابل این گونه از حرکت زنگه راسته استفاده میکنه و به برتری میرسه. جار میبینیم که مربی کلاب سلمان فارس که استاد ضیاءالدین باشه برای شفی جان گفت و شنودهای داره که باید از چی چمهای استفاده کنه در مقابل حریف خو که در راند دوم به برتری برسه. و راند دوم حالا آغاز خواهد شد. ببینیم که برنده راند دوم این تقابل از بین این دو ورزشکار کدام یک است. مسابقه در راند دوم همچنان جریان داره. شفی و ادریس مسابقه جالبی در راند اول برگزار کردند. باید یکی به پیروزی میرسید که این اتفاق رخ داد. ببینیم که هر دو میرن تا از چمهایی که دارن روی یکی دیگر کار بگیرند و مسابقه ادامه بدن. شفی فرصت ایره داره تا به پیروزی رسیدن مقابل ادریس در روند دوم مسابقه یک بر یک بکنه در روز پرشور و پرهیجان
این میدان خاکی پهلوانی خواجه عبدالله انصاری. قضاوت این مسابقه هم از آن قاریس بسم الله هست که در راند دوم ببینیم که شفیعی چندین حرکت را انجام داد، استقامت حریف او باعث شد که کمری به زمین زده نشه. بله حسیب الله جان، و حالا مسابقه جالب شده به خاطر که هر دو ورزشکار از چمها یکدیگر باخبرن و یک اشتباه میتونه یکی برنده و یکی بازنده این مسابقه بگردانه. ببینیم که هر دو ورزشکار کوشش هایی دارن تا از حرکت های استفاده کنند کم متفاوت تره. عموماً شفیع از حرکت های زنگه چپه و کجه استفاده میکنه، اما این بار همین قسمی که به نظر میاد باز هم میرفت از حرکت زنگه چپه استفاده بکنه موفق نبود، اما ادریس تمام تمرکز خود رو حزی گذاشته تا از حرکت زنگه راسته و از حرکت بالخصوص خودش که همیشه روی ورزشکارا استفاده میکنه انجام بده روی شفی، و ببینیم که بالاخره کدام یک به پیروزی میرسه. چندین بار شفی میره تا از حرکت زنگه چپه استفاده کنه موفق نیه. من فکر میکنم حسیب جان که شفی کوشش بری داره تا اشاره به زنگه چپه بده و از حرکت کجه استفاده کنه که همین قسم میشه، اما موفق نیه. گفتم اشاره به زنگه چپه و بعد از اون هم از حرکت کجه کاملا دستر خونده بود ادریس و نتیجه 2-0 که به ارمغان میایه و دستی هم به نشانه پیروزی بلند میره. بری بیننده‌های عزیز، ورزشکاری که موفق شد به زیبایی هرچه تمامتر به پیروزی برسه و در روند اول و دوم موفقیت را به دست بیاره، و طوری که در تکرار صحنه میبینیم از کوچکترین فرصتی که برای او مهیا شده بود موفق شد که بیشترین استفاده را ببره و پیروزی را به نفع خود خوب ارمغان بیاره. امیدواریم که شما عزیزان هم از دیدن این مسابقات لذت برده باشین. همه شما عزیزان رو به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم تا جمعه بعدی. بدرود.